در حاشیه رویداد تیک‌آف از مجموعه رویدادهای پیوند در خدمت سرکار خانم دکتر سحر بنکدار هستیم، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران. خیلی خوش اومدید خانم دکتر. خیلی ممنون. ممنون میشم ازتون در ابتدا یه توضیحی در مورد سلسله رویدادهای پیوند بگید و اینکه حالا تیک‌آف چند میشه. بله. ببینید، مرکز نوآوری تأسیس شد برای اینکه حلقه واسطی باشه بین اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای اتاق. از این جهت ما یک سری خدماتی رو در مرکز نوآوری برای شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان داریم که به این هدف برسیم. یکی از اهدافمون برگزاری رویدادهای تبادل فناوری و جذب سرمایه است. رویدادهای ما یا از جنس ریورس فیچر، یعنی یک سری نیازهایی رو از دل صنعت استخراج می‌کنیم و بعد فراخوانی می‌زنیم که شرکت‌ها، تیم‌ها، استارتاپ‌ها اگر بتونن اون نیاز رو پاسخ بدن اعلام آمادگی کنن و بعد جلسات بی تو بی برای اینها برگزار می‌کنیم تا بتون این به هم رسانی رو کمک بکنیم. یک سری رویدادهامون مثل رویداد تیک‌آف که در حوزه لوجستیک و موبیلیتی است از جنس جذب سرمایه است. یعنی ما تیم‌هایی که برای اسکیل‌آپ خودشون یا سیلوشون بخوان نیاز به جذب سرمایه داشته باشن اعلام آمادگی کردن، از اون سمت هم ما سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری روی این حوزه ها و اون محورهای مشخص داشتن اون هم اعلام آمادگی کردن. حدود 50 تا 20 بیش از 50 تا تیم سرمایه گذار داریم که هم حقیقی هستن، هم حقوقی هستن، ویسی هستن و یک سی ویسی رو هم داریم در بینمون و از تیم ها هم حدود 90 تا تیم روی سایت اتاق ثبت نام کردن، ارائه ها و خدماتشون رو و محصولاتشون رو برای ما ارسال کردن. بر اساس شاخص هایی که ما داشتیم از بین 90 تیم 20 تیم رو انتخاب کردیم. روی این 20 تیم ما جلسات منتورینگ رو داشتیم. منتورهای ما که خب منتورهای خیلی فعالی در این اکوسیستم هستن، با تیم ها مشاوره داشتن، این تیم ها رو بریف کردن برای روز رویداد. بر اساس شاخص های منتور ها ما 9 تا تیم رو انتخاب کردیم. این 9 تا تیم امروز ارائه میدن برای سرمایه گذارها و سرمایه گذاران هم حضور دارن. بعد از اون هم جلسات بی تو بی و پرسش و پاسخ را خواهیم داشت و امیدواریم که این رویداد خروجی خوبی داشته باشه و به جذب سرمایه برای تیم ها بیانجام. متشکرم. تو آینده میخواهید که بازم روی رویدادهای پیوند تمرکز کنید و اگر آره تو کدوم حوزه ها میخواییم ورود کنیم؟ ببینید، حوزه هایی که الان دغدغه اصلی هست و تقاضا و بازار براش وجود داشته باشه ما هدفمون این هست که تمرکز کنیم و همینطور بر اساس تکنولوژی، یعنی حوزه هایی که الان بحث تکنولوژی روشون هست و میدونیم که آینده کشور به اونها بسته است رو هم در دستور کار داریم، مثل بحث هوش مصنوعی و همینطور بحث خب برق با توجه به اینکه کمبود برق رو در صنایع داریم و همینطور الان زمستون میشه باز کمبود گاز رو داریم. بر اساس نیازهایی که میدونیم باهاش مواجه هستیم ما این حوزه ها رو انتخاب میکنیم و خب روشون کار میکنیم. خیلی ممنونم. و اینکه حالا فراخوان هاتون رو از چه کانال های تیم ها باهاتون آشنا میشن و به جز بحث اینوست و حالا اون حمایت های معنوی که کردید برنامه بر آینده شون به چه صورته؟ ببینید، ما خب در اتاق ظرفیت خوبی داریم. تشکل های اقتصادی اتاق که عضو اتاق هستن، سرمایه گذاران حقیقی که عضو اتاق هستن و به هر حال یک پولی دارن، علاقه مند هستن جای سرمایه گذاری بکنن، ما اینها رو سعی میکنیم به هم وصل کنیم و خب کمکشون کنیم در این مسیر. و معمولا تیم ها، نمیگم همه، ولی یک درصد تیم های فنی هستن، از لحاظ فنی خیلی قوی ان، ولی شاید اونقدر نتونن خودشون پرزنت کنن برای سرمایه گذار. مسائل حالا مارکتینگشون ممکنه مشکل داشته باشه، مسائل برندسازیشون ممکنه مشکل داشته باشه، ما در این مسیر اینها رو کمک میکنیم. البته این موضوع هم بگم که ما در مرکز نوآوری خدمات دیگه هم داریم، مثل دورهای آموزشی و مهارت محور که تیم ها رو سعی میکنیم از این لحاظ کمکشون بکنیم. میز خدمتی داریم که مشاوره های رایگان میدیم، بحث تحصیلگری و رشد رو داریم و همچنین کمک به سیاست گذاری. خیلی ممنونم. متشکرم از همراهی. خواهش میکنم. ممنون از شما.